بسم الله الرحمن الرحیم. احترام به والدین. احترام گذاشتن به والدین کار خوب است. در محرومترین منطقه ولسوالی گذره، در فضای باز و زیر درخت با کل آرزو گرد هم آمدند. کودکانی که ظاهراً آرزویشان تنها ادامه درس و تعلیم است. این صنف مدت 3 ماه میشه که تأسیس شده توسط امیدوستایی که هستن و خود خواهرایی که در این مکان اشد ضرورت بود به این صنف. چون در اینجا در این منطقه که فعلا خود شما هستین میبینین اصلا کورس آموزشی نبوده، به بیشتر اطفال و به ویژه خانوما تا قرآن شریف و طریق درست نماز خواندن خور یاد ندارن. به همون مناسبت ما لازم دیدیم که در این مرکز در این منطقه این مرکز ایجاد بشه تا ای که بتونن حداقل یک استفاده درست شاگردا و خانمایی که مشکل دارن استفاده درستی بنمایند. آرزویی که شاید روزی به واقعیت تبدیل شود. شماری از این کودکان که در مرحله آموزش ابتدایی قرار دارند از نعمت وجود پدر و مهر مادر محروم هستند. اما این فضای نامناسب درسی را مکانی برای دستیابی به آرزوهای خود می دانند. این دانش آموزان مستعد برای داشتن آینده خوب و موفقیت آمیز با دنیای از امید سر صنف حاضر می شوند. این مکان در این مرکز 4 بخش داره که از او جمله قرآن شریف که اولویت بر همه داره و بعد از او هم حرفه خیاطی برای خانم هایی که متاسفانه از لحاظ اقتصادی خیلی مشکل داشتن و یا شوهران اینا معلول شده بود و یا شهید شدن و یا به یک نوع محتاط به مواد مخدر بودن و خود از اینا سرپرستی ادیر به دوش دارن. خانم ها در این مرکز عرفه خیاطی را آموزش میبینن تا در آینده بتونن یکی از مشکلات اقتصادی خود حل نماین. و بخش دوم از او انگلیسیه که نیاز برای شاگردا که چون زبان بین المللی میشه گفت باید همگی یاد بگیرن. در این مرکز آموزش داده میشه و قرآن شریف و سواد آموزی. در این مرکز حدود 60 تا در بخش قرآن شریف و قرآن شریف و سواد آموزی و انگلیسی هستن که از او جمله ما خانم ها را اصلا حساب نکردن. خانم ها هم در کنار از اینا اصلا 60 تا که اطفال نازنینن که بیشتر از اونا شاید یا بابا ندارن یا ای که متاسفانه دچار شرایط بد اقتصادی هستن. آنطور که به نظر میرسد این کودکان حتی سردی زمستان را نیز فراموش کرده و چشم امیدشان با دستان مهربان شما نیکوکاران گره خورده است. نبود مکان مناسب درسی، سرمای زمستان، فرش و دیگر مواد مورد نیاز از عمده ترین مشکلاتشان می باشد. مکانی که میام درس میخونیم تا حالا قرآن قاعده خلاص کردم، قرآن شریف میخونم. امیر چیز یک چیزی که ما نداریم، فرش نداریم، تخته نداریم، مانکر نداریم، دیگه سرکون، کتابچه، قلم، کیف نداریم. همه چیزا که به همه مرکزی که ما درس میخونیم، فرش، چاکی، میز، همه اینا چیزا کار داریم. من از مردم میخوام که ماما کمک کنم قرآن شریف بخونم، تلاوت کنم، باز بزن دعا میکنم. من از شما دوستان میپرسم، آیا دانش این کودکان باید به قیمت بسیار ناچیزی به باد فراموشی سپرده شود؟ هدیه یک بسته لوازم تحریر شاید لبخندی باشد بر لبان این کودکان. از نگاه معصومانه ایشان پیداست که نباید در فراموشی روزگار سپرده شوند. به سنین مختلف اینجا درس میدیم که از طفل خورد تا 5 سال تا خاله بزرگوار ما 75 ساله اینجا تدریس میکنن. وضعیت خود شما از شرایط خبرین که فعلا کدام کاروباری نیه، همه فامیلا بیکارن، طول خرج و خوراک خور بیشتر ندارن. چه جا برسه بیان فیس بدن به استادا که بزنه تدریس یا یک درس چیز یاد بدن. و این شاگردکا میان ما از شما چیز زیاد توقع نداریم، فقط توقع داریم که بیاین دست این طفلا رو بگیرین، بتونین یک کتابچه، یک قلم یا یک صنفی بزینا شما در نظر بگیرین که اینا زمستون پیش رو دارن. خود شما میفهمین که هوا چقدر سرد میشه به زمستون.
دانش آموزان این صنف فقط اطفال نیستند، مادرانی که سالهاست در آرزوی خواندن و نوشتن بودند، اما امروز این مکان فراهم گردیده تا در قریهشان در کنار نوادگان خود درس بیاموزند. بیامدم اینجا درس میخونم، علاقه درس داشتم، از جوانی استرس نداشتم، حال دم راست شدم، میخوام که درس بخونم. اون صنفی های ما 6 تا 7 تا بهم سند ما که 50 و 60 تا 60 60 ما و دارم از ما عمه حالا نامده امروز به اینجا 60 ساله شده، او هم قرآن شریف میخونه، حالا به سر 60 سالگی قرآن شریف میخونه. الحمدلله یکی از خیرین به تعداد 2 تخت فرش را به این آینده سازان اهدا کرد، اما نیازمندی های این مرکز آموزشی در حدی است که فقط با فراهم شدن فرش بسنده نمی کند. خب در این مکان که شما میبینین ما نیازی به یک صنف داریم، صنفی که سرپناهی داشته باشه، حداقل در فصل زمستان نشسته بشه و در فصل تابستان هم از گرمی عزیزان ما رنج نبرن. این اطفال نازنین واقعیت به این مکان ضرورت دارن. به هر حال این کودکان چشم دوختند تا روزی خرسند باشند، خرسندی که با دانش آنان به همراه باشد. اینان نباید از یاد من و تویی که روزی کودک بودیم و شاید به هر خواسته ما رسیدگی می شد برود. بیایید انتظار این کودکان را کوتاه کنیم و کلید خرسندی نونهالان باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. به نام خدا. احترام. احترام. به والدین. به والدین. احترام. احترام. گذاشتن. گذاشتن. به والدین. به والدین. کار. کار. خوبی است. خوبی است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم